سلام بر شما. طاهری سفر هستم و اخبار امروز سه‌شنبه 4 اپریل را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنم. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش ها. مقامات روسیه میگویند یکی از 14 نفری که در ترکیش در متروی سانکت پترزبورگ کشته شد خودی بمبگذار و به احتمال زیاد زاده قرقیزستان است. جامعه جهانی این حمله را محکوم کرد. با اهل اویله قربانی های این حمله حکومت و مردم روسیه از تحت دل تعزیه بیان میکند. مسئولان این عمل باید به جوابگری کشیده شوند. دیپلمات ازبکستانی اصرار دارد که پرواز دیر انتظار بین تاشکند و دوشنبه فقط با سبب های فنی صورت گرفت و اینجا سبب سیاسی نباید جست. نباید اسکات چرنوی کوشکو в темной комнате. تأکید میکنم که گربه سیاه را نباید در حجره تاریک دید. و فعالان یک سازمان غیر حکومتی با ساکنان ولایت سوخت تنظیم بودجه اویلوی را تعلیم میدهند. خرج های ناگهانی یا خرج های بیفایده که ما در دومی سال یا در دومی ماه که من خودم شخصا به نظرم هم نمی آمد روشنی انداختم فهمیدیم. تفصیل خبرها. تعدادی قربانیان بمبگذاری در متروی شهر سانکت پترزبورگ روسیه به 14 نفر رسید و مقامات قرقیزستان گفتند که متهم اصلی به بمبگذاری زاده آن کشور است. مقامات روسیه هم میگویند که باقی مانده های جسدی او را پیدا کردند. با گفته مقامات 11 نفر در جای ترکش، یک نفر در ماشین یاری طبی و دو تن دیگر در بیمارستان هلاک شدند. ترکش روزی 3 اپریل در بین دو ایستگاه مترو در مرکزی سانکت پترزبورگ 49 نفر دیگر را مجروح کرد. مقامات قرقیزستان گفتند که متهم به حمله اکبر جان جلیلوی 22 ساله زاده شهر اوش بوده است. معلوم شد که متهم به عمل تروریستی زاده قرقیزستان است. او شهروندی روسیه را داشت. حالا کمیته امنیت ملی قرقیزستان با همکاران روسش در تماس است و فعالیت های ضروری را انجام می دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 3 اپریل در نزدیکی مترو در جای گرامی داشتی خاطره قربانیان گل گذاشت. امروز هم ساکنان شهر به اینجا می آمدند و خاطره آنهایی را که در بمبگذاری کشته شدند با گل گذاری و روشن کردن شمع گرامی می داشتند. رهبران جهانی و سازمان های بین المللی بمبگذاری مرگبار در دومین شهر بزرگ روسیه را محکوم کردند. دبیر کلی سازمان ملل متحد بمبگذاری امروزه در متروی سانکت پترزبورگ را محکوم نموده به اهل اویله قربانی های این حمله حکومت و مردم روسیه از تحت دل تعزیه بیان میکند. مسئولان این عمل باید به جوابگری کشیده شوند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است حمایت کشورش از اقدامات روسیه را بیان میکند و به گفته کاخ سفید دو طرف به این نظرند که تروریسم باید زود و مؤثر از بین برده شود. و دونالد ترامپ در همان روز با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر در کاخ سفید در واشنگتن ملاقات کرده و گفته است که کار سیسی فوق العاده خوب است. روزی دوشنبه در قصر سفید پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با همتای مصریش عبدالفتاح السیسی گفت که آنها یک جایه بر ضد افراطگرایی اسلامی مبارزه خواهند برد. اگر کسی هنوز هم شبهه داشته باشد می خواهم یادآور شوم که ما از پرزیدنت سیسی پشتیبانی میکنیم. او در وضع پیچیده کار بزرگی را انجام داد. ما از مصر و مردم مصر پشتیبانی میکنیم. این اولین بازدید سیسی از قصر سفید بود. او سال 2014 یک سال پس از برکناری رهبری پیشتره مصر عضو گروه اخوان المسلمین محمد مرسی پرزیدنت انتخاب شده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما سیسی را یگان دفعه به قصر سفید دعوت نکرده بود. مصر یکی از متفقان دیرینه ایالات متحده آمریکا در خاور میانه بوده سال تا 1,300,000,000 دلار کمک به دست می آورد. مصر با آشوب های افرادگراهای اسلامی در نیم جزیره سینا دست به گریبان می باشد. در برخورد های نیروهای دولتی مصر با جنگ جویان صدها نفر کشته شدند. مقامات تاجیکستان از مقامات روسیه خواستند با پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر به دو شهر روسیه اجازه بدهند، وگرنه
از قبول هواپیماهای دو شرکت روسی دست میکشند. مقامات وزارت نقلیات روز 4 اپریل بر رادیو آزادی گفتند با ارسال نامه از همتایان روسشان خواستند تا روز 6 اپریل منع پرواز هواپیماهای سامان ایر به مسکو و سنت پترزبورگ را لغو کنند. در عکس حال به گفته آنها از 6 اپریل 7 پرواز شرکت های اورالسکی اویلینی و یوتر به شهرهای دوشنبه و خوجند منع کرده می شود. اولی همین هفته روسیه گفت بنابر آن که تاجیکستان مسئله قبول پرواز از چند شرکت روسی را مثبت حل نکرده است، پرواز هواپیماهای سامان ایر به مسکو و سنت پترزبورگ را متوقف میکند. جنجال بین تاجیکستان و روسیه درباره پروازها سال گذشته شروع شد. مقامات دوشنبه میگویند شرکت های روسی میخواهند جای شرکت های تاجیکی را تنگ کرده و خودشان مسافرکش های اصلی بین تاجیکستان و روسیه باشند. و این زمان سفیر ازبکستان در تاجیکستان میگوید صورت نگرفتن پرواز دیر انتظار هواپیماها بین دوشنبه و تاشکند یگان سبب سیاسی ندارد. شاه قاسم شاه اسلاموف در این باره روز 4 اپریل در دوشنبه صحبت کرد و همکاران ما هم شاهد صحبت های سفیر کشوری همسایه بودند. سفیر ازبکستان که روز 4 اپریل در دوشنبه ضمن معرفی خط سیر هوایی تاشکند دوشنبه تاشکند صحبت میکرد، تاخیر این پروازها را با چند عامل از جمله تاخیر در آغاز فروش بلیت ها و تا به حال باز نشدن دفتر شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان در تاشکند رب داد. سفیر ازبکستان افزود که کشورش هوسمند آغاز پروازها است. Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате. تأکید میکنم که گربه سیاه را نباید در حجره تاریک جست. نباید این مسئله را تابش سیاسی داد. ما مهم میشماریم که بسته حجت ها قبلا باید درست باشد. این به عامل های امروزه ربط میگیرد. یکی از آنها وضعیت اطرافی منطقه ما است. Один из них ситуация, которая складывается вокруг нашего региона. در این مراسم نماینده شرکت هواپیمایی ازبکستان هوایولاری گفت که تا آخر هفته جاری همه حجت ها برای راه اندازی این پروازها تهیه می شوند و قرار است نخستین پرواز روز سه‌شنبه 11 اپریل از تاشکند به دوشنبه صورت بگیرد. قرار بود این پرواز امروز 4 اپریل انجام می شد. Как ранее я сказал, оформление представительства и регистрация в государственных органах мы буквально закончили вот. طوری گفتم با قیدگیری نمایندگی و ثبت مقامات داخلدار را همگی 3 روز پیش به اتمام رساندیم. اخیرا حجت ها را دیروز تکمیل کردیم و فروش چیپته ها را هم به راه ماندیم. تو این زمان به طور گسترده فروش چیپته نبود. اگر توجه کرده باشید همگی در 2 روز اخیر توسط رسانه ها و اعلان تبول ها با ترغیب فروش چیپته پرداختیم. در این همایش گفته شد که حالا نمایندگان شرکت هوایی سامان ایر در تاشکند قرار دارند و فردا 5 اپریل یک هیئت کلان عبارت از نمایندگی دستگاه رئیس جمهور تاجیکستان، وزارت‌های نقلیات، کارهای خارجی، عدلیه و دیگر نهادهای مسئول عازم تاشکند می‌شوند و یک روز بعد با مقامات ازبکستان راجع به مسائل وابسته به پروازها از جمله باز کردن نمایندگی سامان ایر در آن کشور گفتگو خواهند کرد. پس از نتیجه ملاقات جانب‌ها جدول پروازهای منتظم آماده کرده می‌شود. سفیر ازبکستان همچنین از بلند بودن نرخان نگرانی کرده و گفت که باید سر پایین بردن نرخ چیپته های هواپیمایی دوشنبه تاشکند اندیشه کرد. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه. و از سره میزنیم به کشور همسایه، به افغانستان. سازمان ملل اجرای برنامه کمک به بازگردانیدن پناهندگان افغان از پاکستان را از سر گرفت. خانواده هایی که روز 3 اپریل در شهر پیشاور جمع آمدند میگویند که با آنها برای برگشتن به افغانستان $200 تقسیم کردند. بر اساس برنامه سال 2016 370,000 افغان را به وطنشان برگرداندند. سازمان ملل میگوید در افغانستان، در پاکستان 1,300,000 نفر از مهاجران افغان زندگی میکنند و ثبت رسمی دارند. تخمینا 600,000 نفر دیگر ثبت رسمی نداشتند. حکومت پاکستان گفته است که تمام پناهندگان افغان باید تا نیمه سال 2017 به وطنشان برگردانده شوند.
و در شهر خوجند سازمان های غیر حکومتی با اجرای برنامه به مردم مشورت می دهند که چگونه بودجه خانواده را مدیریت کنند و قرضدار نشوند و بهتر زندگی کنند. تحقیقات در تاجیکستان نشان داده است که میلیون ها نفر صرف و خرج درست ندارند و از این رو به مشکلات مالی گرفتار می شوند و مثلا نمی توانند قرض گرفته شون از بانک را سری وقت برگردانند. گزارش همکاران ما در همین باره است. از 40% بیشتر آیله های تاجیک سواد مالی ندارند. بودجه آیله اشان را ترتیب دادن نمی توانند که باعث قرضدار شدنشان می گردد. کارپراتسیای بین المللی مالی در یک آموزش خود این را معین کرده است. بسیاری کس می گویند که پول باشد خود ما می دانیم چه کنیم. یک نمی دانند. برای چی؟ برای اونکه ما خود ما یا پول ما باشد سو کتاب نکته کار می کنیم. در شهر خوجند و سه شهر دیگر ولایت سوخت از 3 مارت تا 5 مارت مرکزهای مشورتی در فضای باز فعالند که به طور رایگان به مردم مشورت می دهند. آن را مقامات و تشکیلات های جمعیتی با دستگیری مالی بانک جهانی به راه مانده‌اند. مشورت ها اساسا برای جوانان از سینشان از 17 تا 35 سال گذرانده شده‌ایم که برای اون که جوانان ما خلقمون برای بودجه آیله خود رو بهتر کردن پولشان به صرف کارون و کار نفرمودنشان برای خودشان صرف کارون و کار فرموده پول کم تر باشده بسندوز کدنشان مشورت گذرانده شده اکسی روخ لایه هکش است 1500 تومانی معاش میگیرد می خواهد بفهمد با این پول زندگیش را با همسر و دو فرزندش چی طور پیش ببرد. چند نازکی هایی که ما خرج های ناگهانی یا خرج های بیفایده که ما در دومی سال در دومی ماه که من خودم شخصا به نظرم هم نمی آمد روشنی انداختم فهمیدیم. مثلا کدام خرج ها؟ اساسا رفت خراجات های ایزاوگی آیدی من این معرکه یو جشنوی ما میکرده گیر آسیبا دیگر خراجات هایی که زندگی که وی درجه اول رو بازی نمیکنه. این دفتر روزنامه درآمد و خراجات آیله نام دارد. به قول مشورچی ها برای تنظیم خرج و درآمد کمک میرساند. در آن خراجات ساکینان 4 نوع معین شده است. خورد و خوراک، نقلیات، مال و محصولات و خراجات دیگر. خیلی هم مثال فهمو آوردگی خیلی هم فهمو در اینجا آوردگی از روی همین مو میفهمونیم که چه پول رو اکنون که دو سندوز کنم برای خوزوشان با وجود بارانی بودن هوا مردم نزد میزهای مشورتی جمع میشدند. در تاجیکستان معاش میانه کارمندان بودجوی حدود 900 تومانی را تشکیل می‌دهد که از 100 دلار کمی بیشتر است. به حساب میانه آیله های تاجیک از 4 نفری عبارتند. اکثرا امکان پسنداز نیز ندارند. بنابراین به قول کارشناسان صرف و خرج درست و بودجه با نظم یک راه رفع کم بضاعتی و قرضدار نشدن خانواده هاست. در عربستان سعودی نمایشگاه شترها شروع شد. در این نمایشگاه ده ها هزار شتر از مناطق گوناگون خاور میانه آوردند و آزمون شترهای نازنین یکی از بخشیان است. در این باره مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد. در ولایت ریماه یک منطقه بیابانی عربستان سعودی نمایشگاه شترها آغاز یافت که هر سال زیر نام عبدالعزیز بنیادگذار و نخستین شاه کشور برگزار می شود. شتر پروران از کشورهای مختلف خلیج فارس 50,000 جانور را به نمایشگاه آوردند که یک ماه ادامه می کند. یک بخش مهمی نمایشگاه آزمون زیبایی در بین شترهاست. جایزه امسال در آزمون 31 میلیون دلار تقریبا 250 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. برگزار کنندگان امیدوارند که امسال 10,000 نفر به نمایشگاه می آیند. شترها را هم به فروش می گذارند و به گفته شتر پروران بعضی از آنها را 270 هزار دلاری هم می فروشند. با بادیانشینان در همین جا با تاجران ملاقات می کنیم. آنها جانوران ما را می خرند، در نمایشگاه شرکت می ورزند و با همین انعنه های ما را دستگیری می کنند. در نمایشگاه می توان شتر سواری کرد و یا درباره نگاه بینی این جانور توصیه گرفت. نمایش شترها در عربستان سعودی اولین بار سال 1999 برگزار شد. آزمون خرد شترهای زیبا را بادیانشینان محلی تشکیل کردند و آن با کمک خانواده شاه به یک نمایشگاه بین المللی تبدیل شد. برنامه ما به پایان رسید. اخبار بیشتر در وبسایت آزادی.org و در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک.